در ادامه فیلم های آموزشی از حل نمونه سوالات امتحانی نوبت میرسه به فیلم نمره بیار مغناطیس. بریم با هم دیگه نگاه بکنیم بچه‌ها. مغناطیس و مغناطیس خیلی روونه، اصلا نکته زیاد آنچنان سختی نداره، اما با هم دیگه بررسی بکنیم. مثال: جاهای خالی را با واژه مناسب پر کنید. آهنرباها به صورت تیغه‌ای ویرگول جای خالی ساخته میشوند. خب آهنربا چه مدلی ساخته میشدن بچه‌ها؟ نعلی بود، تیغه‌ای بود، میله‌ای بود، همه اونا رو باید بنویسید دیگه. نعلی، حلقه‌ای، حالا اگر میله‌ای هم نوشتید که چه بهتر. بسته به بارم سوال نیم نمره تا 25 صدم، 75 صدم، ولی معمولا نیم نمره میذارن، یعنی 2 تا 25 صدم براتون نمره میذارن که باید بنویسید. دو، قطب جای خالی آهنربا همواره دوست دارد رو به قطب جنوب جغرافیای زمین بیستد. کدوم قطب؟ قطبی که جنوب رو نشون میده قطب اس هستش. بله. شماره 3، هرچه جریان گذرنده از سیم پیچ جای خالی باشد، ویژگی مغناطیسی آهنربا الکتریکی کمتر میشود. صورت سوال رو تا ته بخونید. ما توی جزوه‌مون راجع به بیشتر شدن خاصیت مغناطیسی توضیح داده بودیم. وقتی میگیم کم میشه، جریان عبوری از سیم پیچمون هم باید کم بشه. خب بریم شماره 4 رو بررسی بکنیم. با تکان دادن یک آهنربا نزدیک یک سیم پیچ، انرژی جای خالی به انرژی الکتریکی تبدیل می شود. اصلا نیازی نیست این فصل مغناطیس رو بلد باشید بچه‌ها. داریم تکونش میدیم. وقتی تکون میدیم چه انرژی داریم ما که قراره تبدیل بشه به الکتریکی؟ جنبشی دیگه، داریم تکون میدیم، پس انرژی جنبشی خواهیم داشت. 5، وجود میخ یا حسه آهنی در وسط سیم پیچ باعث می شود، باعث جای خالی خاصیت مغناطیسی در آهنربای الکتریکی می شود. باعث کاهش یا افزایش، باعث افزایش خاصیت مغناطیسی میشه. خب این از حل به اصطلاح سوالای جای خالی. بریم سوالای صحیح غلط رو با هم دیگه بررسی بکنیم. درستی یا نادرستی هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید. گوشه های تیز آهنربا قطب های آهنربا نامیده می شوند. دانش آموز سری می زنه درست، در صورتی که کاملا غلطه. گوشه های تیز نیست، آن قسمت از آهنربا که در آن خاصیت مغناطیسی بیشتر است را قطب می گویند. این تعریف قطبه، پس حواستون رو جمع بکنید. شماره 2، آهنربا نمی تواند یک فلز آهنی معمولی را از دورش براند. پس این درسته، واقعیت هم همین. اگر خودمون نگاه بکنیم توی تجربی و خودمون آزمایش بخوایم بکنیم، زمانی که یه دونه آهنربا داریم، فرض کنید مثلا یه دونه کلید یا یه دونه میخ آهنی داریم، نمیتونیم با این آهنربا اون میخ رو پس بزنیم فاصله بگیره، ولی میتونیم کاری بکنیم که جذب بشه. آهنربا نمیتواند نیروی رانشی بسازد. غلطه. میدونیم که اگر دو تا قطب همنامو به هم دیگه نزدیک بکنیم، رانشی ساخته میشه. شماره 4، در آهنرباها قطب اس همون قطب جنوب است. بله، اینو توی حالت قبلی، توی مثال قبلی که جای خالی بود، دیدیم با هم دیگه. شماره 5، در القای مغناطیسی جسم آهنی بدون تماس با آهنربا دارای خاصیت مغناطیسی می شود. خب جوابش درسته، چون اصلا ویژگی القا دقیقا همین بود. می گفتیم القا یعنی این که بدون تماس باردار بشه. حالا اونجا القای الکتریکی بود، اینجا داریم میگیم بدون تماس خاصیت مغناطیسی پیدا کنه، پس بهش میگیم القای مغناطیسی. شماره 6، در یک آهنربای الکتریکی قدرت آهنربا به جهت جریان الکتریکی بسته دارد. این غلطه. اگر دنبال چراش هستید، سوالای تشریحی رو خوب گوش بدید، چراش اونجا بهتون توضیح میدم. زیر هر یک از شکل‌های زیر ویژگی آن ماده را بنویسید. نگاه بکنید بچه‌ها، اینا شبکه کریستالی مواد هستش که جهت جریاناشون رو داره نشون میده. این خیلی نامنظم و کاتوره‌ای، این کاملا منظم و به یک جهت دارن حرکت میکنن. پس در واقع این شکل الف اگر بخوایم در نظرش بگیریم، جسمی که معمولی است و خاصیت آهنربایی ندارد، اما این جسمی که آهنرباست و خاصیت مغناطیسی دارد. پس اگر گفتن رسم بکنید، الان دیگه راحت میتونید رسم بکنید. آهنربایی را به دو کره آهنی کاملا مشابه به هم نزدیک میکنیم. در هر یک از نقطه های نشان داده شده چه خاصیتی حس میشود؟ چرا؟ یعنی این نقطه B، اینجا هم نقطه A، اینم آهنربایی هستش که با قطب S داریم نزدیک میکنیم. ببینیم جوابشو دوستان. در نقطه A و B خاصیت آهنربایی احساس میشود. نقطه A قطب N و نقطه B همانند قطب S است، زیرا درون این کره ها خاصیت آهنربایی القا می شود. پس حواسمون رو باید خیلی خوب براش جمع بکنیم. اینم از حل این سوال
میگم مغناطیس نکته زیادی نداره. بریم سوالای تقریبا میشه گفتش که دیگه آخراشو با هم دیگه ببینیم. اگر هنگام ساختن آهنربای الکتریکی جهت پیچیدن تعدادی از سیم ها را به دور میخ برعکس کنیم چه میشود؟ خب ببینیم با هم دیگه جوابشو. هنگامی که حلقه های سیم پیچ و جریانی که از درون آهن آنها میگذرد همسو باشند، خاصیت مغناطیسی هر حلقه سیم پیچ با خاصیت حلقه های دیگر جمع میشود. ولی اگر برخی از حلقه های سیم پیچ ها را برعکس کنیم، آهنربای الکتریکی ضعیف‌تر خواهد شد. بله دیگه بچه‌ها، مسلماً اونایی که همسو هستن، هم راستا هستن، کنار هم دیگه بذاریم، آهنربامون خیلی قوی‌تر میشه. ولی اگر بیایم یهو برعکس بکنیم مسیر حرکتشونو، پس ناخودآگاه آهنربای ما ضعیف‌تر میشه. بریم سراغ سوال بعدی. یه سوال جالب تجربی هم هستش، میتونید از دوستای دیگه‌تون هم بپرسید که چرا آهنربای مایع نداریم. خب فیلم رو پاز بکنید قبل از اینکه من این پاسخشو بهتون نشون بدم، خودتون فکر بکنید که چرا ما تا الان آهنربای مایع نداشتیم. این شکل هم یکم کمکتون میکنه. ببینیم با هم دیگه پاسخشو بچه‌ها. زیرا ذره های درون مایع می توانند آزادانه حرکت داشته باشند و در کنار هم سر بخورند، بنابراین نمی توانند نظم و آرایش خاصی پیدا کنند و آن آرایش را حفظ کنند، پس نمی توانند خاصیت آهنربایی از خودشان نشان دهند. بچه‌ها این شکل را نگاه بکنید نسبت به دو سه تا اسلاید قبلی که یه دونه دیگه شکل داشتیم، گفتیم اون شکل معمولیه، این شکل شکلی هستش که منظم نشسته شدن، پس میتونن مغناطیسی باشن. خب حالا آیا ما میتونیم مایعی بسازیم که این شکلی منظم باشه؟ جوابش فعلا برای شما خیره. پس چون نمیتونن به اصطلاح آرایش خودشونو حفظ بکنن و یا به عبارتی آزادانه حرکت میکنن و در کنار همدیگه سر میخورن، ما نمیتونیم آهنربای مایع داشته باشیم. و اما سوال آخر از مبحث مغناطیس، راه های ضعیف کردن یک آهنربای دائمی را بنویسید. تو جزوه‌مون بوده، خیلی راحته، خیلی مشخصه، میتونه تا 75% براتون نمونه سوال نمره داشته باشه. ببینیم با هم دیگه جوابشو. اول از همه ضربه زدن به آهنرباس، دوم داغ کردن یا گرم کردن آهنربا، و در نتیجه شکستن آهنربا به تکه های کوچکتر. این سه تا پارامتر باعث تضعیف و یا ضعیف شدن آهنربا میشن. خب دوستان، این هم از نمونه سوالات مغناطیس. گفتم مغناطیس زیاد آنچنان سخت نیست. در ادامه دو تا فصل میمونه، یه دونه به اصطلاح میشه گفتش که میخوایم بریم بررسی بکنیم نحوه نور و معرفی نور رو توی آینه ها، و بعد از اون بریم برسیم به عدسی ها. پس در ادامه با ما همراه باشید.